جمشید دمویی رئیس دانشگاه اقتصاد دانشگاه لوچرن از کالیفرنیا ما رو همراهی میکنند. آقای دمویی خوش اومدید. چطور میشه که کشوری با این سطح از ذخایر گازی به چنین روزی میفته که مدارسش، بانکهاش، دانشگاه‌ها، اداراتش رو ناچاره که تعطیل کنه؟ با درود به شما و بینندگان این برنامه، ببینید به دو دلیل عمده. دلیل اول رو به نظر من باید انزوای اقتصادی ایران در طی 10 سال گذشته، در طی مدت جمهوری اسلامی، به ویژه در طی 10 سال گذشته. و مسئله بعدی مسئله سوء مدیریت. اجازه بدید در مورد انزوای اقتصادی بیشتر صحبت کنیم. ببینید شما اگه به 10 سال اندیکزی بیشتر نگاه کنید، به استثنای 2 سالی که برجام امضا شد، میزان سرمایه‌گذاری های خارجی در ایران بسیار نازل بود. حالا چرا سرمایه‌گذاری خارجی در مورد تولید گاز اهمیت داره؟ اینه که برای ادامه در واقع برداشت گاز و همینطور نفت احتیاج به سرمایه‌گذاری هست، در به ویژه دستیابی به تکنولوژی‌های لازم. به عبارت دیگه باید با شرکت‌هایی که در این مورد در واقع تجربه‌های زیاد دارن سرمایه‌گذاری در ایران بکنن و این سرمایه‌گذاری‌ها بتونه اون امکانات رو به وجود بیاره. بر اساس کمیسیون صنایع معدن ایران در همین چند روز گذشته، میزان سرمایه‌گذاری‌های برای ادامه بهره‌برداری از معادن گاز رو در ایران یه چیزی حدود 80 میلیارد دلار تخمین زدن. شما حالا اینو نگاه کنید در چارچوب روابطی که ایران داره، مسائلی که داره. ببینید روسیه، ایران و قطر قطبه اول، دوم و سوم در واقع ذخایر جهانی گاز رو دارن. روسیه در حتی در این مدت با وجود جنگ با اوکراین به چیزی بر اساس تخمین‌های مختلف بین 500-700 میلیون دلار در روز درآمد نفت و گاز داره. قطر 10 میلیارد. در ایران چیه؟ حتی عدم امکان به تقاضای داخلی، جوابگویی به نیازهای داخلی. ببینید مسئله انزوای اقتصادی به این صورت. امروز اگه شما به جهان نگاه کنید، ایران باید با روسیه در واقع رقابت شدید برای تأمین گاز اروپا می بود. ایران باید در شرایطی می بود که شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در گاز ایران با هم رقابت می‌کردن، نه اینکه ایران فقط خودش رو محدود بکنه به چین و روسیه و اونجا هم که می‌بینیم به صورت. این انزوای اقتصادی که از دلایل عمده است. دلیل دوم سوء مدیریت. سوء مدیریت هم در مورد بهره برداری، هم در مورد مدیریت تولید، هم در مورد مصرف. مصارف گاز در ایران در طی سال‌ها هر سال شدت پیدا می‌کنه. و این رو که میگن که چرا اینطوریه، این هم احتیاج به سرمایه‌گذاری دولت داره، به خاطر اینکه مردم برای اینکه بتونن از گاز بهینه استفاده کنن باید اون اینفراستراکچر، باید اون ساختار، باید اون مسائل در مملکت باشه متأسفانه. این دو دلیل به نظر من دلایلی است که ایران رو به این روز کشونده. متأسفانه این فقط در مورد گاز نیست، در مورد خیلی از مسائل دیگه هم میشه این مسئله رو پیدا کرد. آقای دمویی به گذشته پرداختیم که چه شد ایران به اینجا رسید. حالا میخوام بدونیم که این تعطیلی های ناشی از کمبود گاز و بعد از این جریان کرونا و تعطیلی مدارس و تعطیلی کسب و کارها، دوباره یه تعطیلی دیگه برای سوء مدیریت در رابطه با سوخت، به نظر شما چه تأثیری بر اقتصاد و بر آینده ایران خواهد گذاشت؟ اگه خیلی کوتاه بتونید پاسخ بدید ممنون. صنایع با هم دیگه در رابطه متقابلند، یعنی به عبارت دیگه یک سری داده ها به صنایع میاد، یه سری صنایع داده ها رو به صنایع دیگه میدن. به عنوان مثال شما وقتی به تولید سیمان نگاه میکنید و تولید سیمان احتیاج به گاز داره، تولید سیمان در تولید ساختمان، در تولید منازل غیرزانه بکار، همینطور در مورد فولاد، همینطور در مورد نیروگاه ها. انرژی یکی از قسمت‌های عمده در واقع تولید یک مملکت در هر جای دنیا است. بنابراین وقتی که با همچین مشکل مواجه میشیم، حتی اگر بخواهیم تغییر سوخت بدیم برای فرض کنید فولاد یا برای سیمان، اینها بدون هزینه نیست، اینها بدون گرفتاری نیست. به زبان دیگه این روابط متقابل بین صنایع موجب این میشه که وقتی یه مشکلی به وجود میاد به این در واقع ابعاد، این رو در جاهای دیگه نشون میده، موجب کاهش تولید میشه، موجب افزایش در واقع بیکاری میشه، موجب مسائل متعددی که ما متاسفانه ما در ایران میبینیم. بنابراین اولا یه چیز کوچک و در یک محدوده بسیار محدود نیست، گسترده است و باید ببینیم که به کجا میرسه این قضیه.